با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه در مام میهن دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک را ورق میزنیم با تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان نخواست به روال معمول همه شبها مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده در منابع خبری و روزنامه های امروز تهران باستاب گسترده اظهارات حسن روحانی در دانشگاه شریف با کلام کلیدی مبنی بر اینکه هیچ کس نباید خود را از سوال مستثنا بداند که انتقاد از ولی فقیه را نیز شامل می شود. اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سؤال قرار نگیرد به انحراف و استبداد خواهد کشید هیچ کس نباید خود را مستثنا از سؤال ملت بداند هواشی پیش آمده با تنش در سایر دانشگاه ها با حضور سخنرانان اصلاح طلب به وعده هایتان چقدر دیگر زمان می با وجود تمامی مطالبات مطرح شده جریان اصیل دانشجویی در راه رسیدن به آرمان های اندیشه اصلاح طلبی در مقابل جریان های افراطی در کنار رئیس جمهور منتخب مردم خواهد ایستاد و در این مسیر ادامه ی واکنش ها به انتشار عکسی از محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات با اعلام جرم رسمی علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات فراز و فرود اظهارات انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا با تازه ترین اظهارات جنجالی دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک این کشور و البته واکنش های هم حزبی های وی در حوزه منطقه ادامه ی جدال عراق و ترکیه و امتنای ارتش ترک از خروج از موسل و کمی آنسوتر سوتر یونان و اعتراض جمعی از ایرانیان پناهجوی بر جای مانده پشت مرز مقدونیه که خواهان عبور به اروپا هستند اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه هفدهم آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا با آگاهی شما خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه صفحه یک مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه از اقصا نقاط جهان اسلام حراسی در بیانات یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه رقابت های تبلیغات انتخاباتی در آمریکا را وارد فاز تازه ای کرده است تا جایی که بیان دونالد ترامپ در بیانیه ی تند ضد اسلامیش واکنش هر دو حزب در آمریکا را تا حدودی برانگیخت و کاخ سفید نیز واکنش نشان داد گویا به دنبال تیراندازی در کالیفرنیا و کشته شدن 14 نفر توسط یک زوج مسلمان دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 دیروز دوشنبه هفتم ماه دسامبر در بیانیه اعلام کرد که ورود مسلمانان به آمریکا موقتا و به طور کامل ممنوع شود. به گزارش اسوشیت پرس در بیانیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تصریح شد که چنین ممنوعیتی تا زمانی که قانونگذاران و نمایندگان دریابند که مشکل چیست می بایستی اعمال شود. در این بیانیه همچنین تاکید شد چنین پیشنهادی به خاطر تنفر بخش عظیمی از جمعیت مسلمانان نسبت به آمریکا مطرح شده است. این اظهارات دونالد ترامپ واکنش کنش ای در پی داشت. تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا نیز از این اظهارات حتی انتقاد کردند از جمله بن رودی معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاد دونالد ترامپ را در تضاد کامل با تمام ارزش‌های آمریکا دانسته است در حالی دونالد ترامپ خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شده که روز گذشته باراک اوباما در یک سخنرانی زنده ی تلویزیونی از دفتر کار خود با مردم آمریکا گفت که اگر میخواهیم در جنگ علیه تروریسم موفق شویم میبایستی به مسلمانان به مسابه یک متحد قوی در این نبرد نگاه کنیم نه اینکه با سوء و تنفر آنها را از خود برانیم خبرها را با مروری بر اخبار منطقه ای و فرا منطقه ای کماکان پی میگیریم جدال دیپلماتیک ترکیه با عراق وارد چندمین روز خود شده است البته با امتناع ترک ها از ترک مناطق عراق در موسل تا جایی که ترکیه صریحا اعلام کرد که حاضر نیست سربازان خود را که هفته گذشته به شمال عراق اعزام کرده بود به ترکیه فرا بخواند به گزارش خبرگزاری رویترز معاون نخست وزیر ترکیه نعمان کورتول با اعلام این خبر خواستار ملاقات وزرای دو کشور شد و گفت که این مذاکرات می تواند به تغییر مواضع اراق در مورد حضور نیروهای ترکیه در شمال این کشور بیانجامد آقای کورتول به خبرنگاران گفته است که نخست وزیر ترکیه نام ای را برای همتای عراقی خود نوشته است که می تواند بر مواضع عراق تاثیر بگذارد همچنین ایشان اشاره کرد که ما میدانیم کشورهای زیادی از جمله هلند فرانسه و آلمان برای آموزش نیروها در این منطقه حضور دارند و همچنین از ترکیه نیز درخواست شده بود تا به این ها کمک کند ورود یک لشکر نظامی ترکیه به شمال عراق از هفته گذشته تنش میان ترکیه و عراق را افزایش داد ترکیه میگوید این سربازان برای آموزش و تجهیز نیروهای عراقی برای مقابله با داعش یا گروه موسوم به خلافت اسلامی به منطقه رفتن در حالی که مقامهای بغداد میگویند هرگز چنین درخواستی را از ترکیه مطرح نکردن شرح جزئیات این گزارش شده برنامه آن سوی خبر از سوی همکارم در ترکیه خواهید شنید خبرهای کوتاه منطقه ای را از ترکیه به سوریه میبریم و میخوانیم که این بار آمریکا روسیه را متهم کرده است که به ارتش بشار اسد حمله نظامی کرد مقامات آمریکایی گفتند بمبهای روسیه سبب کشته شدن نیروهای وابسته به دولت سوریه در دیر شده است و نه حملات هوایی ایالات متحده آمریکا دولت سوریه روز دوشنبه آمریکا را متهم کرده بود که با حمله هوایی به پایگاهی در دیر سه نیروی نظامی هوادار اسد را کشته و بیش از 13 تن را زخمی کرده است به گزارش رویترز گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است نیز این حملات را به نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا نسبت داده است جزئیات تکمیلی این رویداد و سایر رویدادهای مرتبه در آن سوی خبر با آگاهی شما خواهد رسید تا بررسی مطبوعات با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت کماکان بیننده یه برنامه شانگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با صفحات تازه از اهم مطالب منتشره روزنامه های امروز ایران در ایران فردا همان گونه که در صدر بازخانی مطالب نیز اشاره کردم حسن روحانی صدر نشین تمامی روزنامه های دو سوی طیف سیاست حاکم در ایران بود در انتخاب تیت ها و اناوی نیز روزنامه های نزدیک به دولت با واژگانی مهرامیز به استقبال رئیس جمهوری ایران رفتند حتی برخی از روزنامه ها با تغییر رنگ لوگو و صفحه نخست به بنفش به گونه کشیدند که نزدیکی و همسویی خود را با طیف روحانی بیش از پیش نشان دهند در این میان روزنامه قانون چنین کرد و با گزینش سه کلیدی به شرح وصف محیط آن روز کشید برف که اشاره داشت به برفی شدن هوا در ایران گاز اشکاور که گویی در پی بروز تنش های پراکنده در دانشگاه ها، نیروهای مسلح گویی از گاز اشکاور استفاده کردند و دموکراسی که احتمالا به عنوان آموزهای آغازین از سوی سه دانشجوی باخته در 16 آذر ماه اون 16 آذر ماه, ماه تاریخی بوده که رسالتشان به تعبیری تعریف شده بود و مترتب گردید رو دوششون و اما نگاهی خواهیم داشت به بازی واژگانی برخی از روزنامه ها به تناسب سیاست های حاکم در این روزنامه ها کلید واژه استنباطی از سخن روحانی همانو دانشگاه امن می خواهیم نه امنیتی که نقد نرم و تلویحی داشت به نقش نیروهای امنیتی که تلاش دارن دانشگاه ها را امنیتی کنند در این میان روزنامه آرمان نزدیک به جمعی از مردان هاشمی رفسنجانی نیز همین کلام رو برگزید که میبینید فضای امن میخواهیم نه امنیتی البته آرمان در گزارش اصلی و سوتیترها با زبان تعن و کنایه تا حدودی تقابل با تیم خامنه ای رو به ذهن خوانندگان متبادر میکرد از جمله آنکه نوشته بود قدرتی که نقد نشود به انحراف می انجامد و یا هیچ کس مستثنا از سوال نیست که عملا و علنا مصداق این سخن در حال حاضر در فضای سیاست ایران همانا شخص علی خامنه‌ای است که گوشه کنایه های لرزان و ترسان هر از برخی از مسئولین همچون حسن روحانی و یا هاشمی رفسنجانی نشانه آشکاری از شکاف و شقاق در اون سیستمی در نظام حاکم ایران دارد و با روزنامه تحول خواه دیگر روزنامه آفتاب یزد به گونه صفحه بندی کرد که منظور حسن روحانی از امنیتی کنندگان فضای دانشگاه را علنا به دولت احمدی نژادی ها منتصب کرد همون گونه که میبینید به نقل از روحانی اشاره کرد که در دولت قبل کسی جرأت نداشت بگوید جنبش دانشجویی ضمن آنکه بخشی از اظهارات از روحانی در آفتاب یزد مبنی بر اینکه قدرتی که نقد نشود به انحراف و استبداد کشیده می شود کاملا معطوف به شخص علی ای است که هیچکس حق نقد این مقام رو ندارد و نزدیکانش برای وی جایگاهی الهی و ربانی قائلند اما اشاره روحانی و هر ازگاه هاشمی به ضرورت نقد به همه یارکان نظام و نیز پاسخگو خواستن همه مقام ها در نظام دینکاران حاکم حاکی از وجود تقابلی درونی و خط اختلاف مستمر میان این ازلاع نظام است خاصه در آستانه انتخابات خبرگان رهبری که این گونه اظهارات حسن روحانی میتواند در زدن تیم نهادهای رهبری به مسابقه یک نشان شناسی پدیدار باشد برنامه خبرها و نظرها را مجددا با خبری پی میگیریم که البته خبری از جنس روزنامه است و بسیار هم باستاب داشت ما جراهای سید محمد خاتمی و انتشار عکسی از وی در روزنامه اطلاعات با شکایت قوه قضایی وارد فاز تازه شده است خبر رو دیشب در همین برنامه برای شما خوانده بودم حیرت و تعجب و شوک بسیاری از آگاهان و علاقمندان حوزه خبرهای ایران رو فرا گرفت که چگونه به تعبیری مدعیان اسلام رحمانی و دینداران و فقهای حاکم اینگونه به ترشرویی و خوش مغزی میکوشند و حتی از انتشار عکسی از رئیس جمهور اسبق خودشان نیز اینگونه گونه برخورد های تون می کنند لازم به توضیح است که ایران در واقع بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان هم هست الا ای حالا خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان و خبرگزاری ایسنا هر دو به نقل از مقام آگاه قضایی نوشتن که در پی اقدام روزنامه اطلاعات در انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهور دوره اصلاحات سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است در این گزارش ها به نقل از این مقام آگاه قضایی اشاره شده بود که دستور دادستان تهران در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهور دوره اصلاحات کماکان به قوت خود با و در صورت تخلف مطبوعات و رسانه های جمعی از دستور صادر طبق مقررات اقدام خواهد شد با وجود تاکید مقام های قضایی بر ممنوع و تصویر بودن خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران روزنامه اطلاعات روز یک شنبه 15 آذر ماه گفتگوی سردبیر روزنامه از سفیر لبنان با خاتمی را به همراه عکس وی منتشر کرده بود که موجب ناراحتی لایه‌های از نظام فقها گردید ادامه میده هم با سایر مطالب برگزیده سرمقاله ها و یادداشت های مختلف منتخب امشب یک رسانه چگونه نابود می شود عنوان سرمقاله اصلی روزنامه اعتماد بود که عباس عبدی به چرایی و چگونگی رواج شایعه در یک جامعه پرداخت عباس عبدی با اشاره به گردش یک خبر جعلی و دروغین در هفته گذشته که صحنه از بازدید پوتین از نمایشگاهی گل و میوه رو در تاجکستان نشان میداد و همه شهروندان ایرانی باور کردند که آن صحنه پذیرایی از پوتین در تهران است با انتقاد از رسانه های تحت امر حکومت چون این نتیجه گرفت که شایعات و اخبار دروغ به این دلیل در ایران رواج یافته و باورپذیر می شوند که رسانه های رسمی و به طور مشخص صدا و سیما در جایگاه بایسته خود قرار ندارند اگر به یک جامعه توسعه یافته نگاه کنیم روشن می شود که انتشار خبر مثل هر چیز دیگری تابع ضوابط حرفه‌ای و نیز وجود و تضمین آزادی های قانونی است همانطور که هیچ دارویی رو به زمین نویسنده نمیتوان بدون مجوز مراجع دارویی توزیع و مصرف کرد هیچ خبری هم تا وقتی که از مجاری رسمی و شناخته شده منتشر نشود مورد پذیرش کسی قرار نمیگیرد ولی مشکل مهمی که در ایران وجود دارد بی اعتباری مجاری رسمی نشر خبر است که همه مراجع رسمی خبر تحت امر نهاد رهبری است به زمین نویسنده به طور قطع می توان گفت که هیچ مجرای رسمی خبری در ایران نداریم که حد اقلی از استقلال را برای انتشار خبر و تحلیل داشته باشد این رسانه ها یا فاقد استقلال سیاسی هستند یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار دارند طراحی و دکوراسیون رنگ بنفش از سوی دانشجویان شریف نیز از چشم منتقدین روزنامه های جبهه مخالف دولت و تندروها دور نماند از جمله روزنامه جوان در گزارش اصلی شماره امروز که حسن روحانی را رو به فقدان روحیه آمریکا ستیزی متهم کرده بود در بخش از گزارش خود اشاره کرد که سخنرانی رئیس جمهور در روز آمریکا ستیزی در جایگاه بنفش تریبون که نشانی از مدیریت دولتی یک مراسم دانشجویی داشت فاقد کلید واژه استکبار بود از منظر روزنامه جوان رئیس جمهوری ایران همچنان که از استکبار حرفی نزد حتی برای یک بار هم از آمریکا نام نبرد تا به زعم روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران تا دانشجویان یعنی نسل چهارم انقلاب فرصت نیابند حافظه ای را که از قربانی شدن سه دانشجو در پیش پای نیکسون رئیس جمهور معاون رئیس جمهور آمریکا وقت رئیس جمهور آمریکا در ذهن داشتند در مراسم گرامی داشت این روز مرور کنند <تصفح> اصخاهی میکنم. از منظر جوان تنها اشاره رئیس جمهور به آمریکا وقتی بود که جمعی از دانشجویان شعار مرگ در آمریکا دادند و رئیس جمهور گفت که این مال آن زمان بوده است ادامه روزنامه ها و یا روزنامه وطن امروز با واژگانی تعن آمیز و انتقادی به برگزار کنندگان این مراسم در دانشگاه شریف بچه های سنتی شریف را به جاکلیدی تشبیه کرد و نوشت که جاکلیدی روحانی شریف است. یا جا کلیدی شریف است برای روحانی ادامه میدهیم با سایر مطالب برگزیده در ایران حتی هواشناسی و برف نیز این روزها گویا سیاسی میشوند. بارش برف در برخی از شهرهای ایران خاصه در تهران متوجه بسیاری از روزنامه ها قرار گرفت تا جایی که روزنامه اعتماد در گزارشی درست از آب در آمدن پیشبینی هواشناسی ابراز شگفتی کرد و نوشت که بالاخره پیش بینی های هواشناسی درست از آب درآمد و تهران دیروز سفید پوش شد بر اساس گزارش روزنامه اعتماد پیش از این نیز و تقریبا دو ماه پیش تصویر اطلاعی سازمان مدیریت بحران کشور منتشر شد که در آن نسبت به زمستان بسیار سردی که در پیش است هشدار داده شده بود با وجود این هشدارها اما سازمان هواشناسی کشور در یک پیش بینی کامل متواوت این خبر را تکذیب کرده بود که اشاره داشت به ناتوانی نهادهای دولتی در ایران از جمله سازمان هواشناسی ایران در پیش بینی درست اوضاع هوا در کشور در وقت باقی مانده بخیه کشی رخسار و چانه دختر ایرانی همچنان در سطور سرمقاله ها جای داشت از جمله روزنامه کار و کارگر به نقل از قاضی پور نماینده مجلس و عضو کمیسیون سلامت مجلس گفت که نظام درمانی که به کودک رحم نمی کند از دائره انسانیت خارج است و اما ماجره های بخیهی که خراش بر صورت احساس ایرانیان انداخت روزنامه ایران ارگان دولت در نقد رفتار سودنگارانه پزشک و پرستار خاطی بازداشت شده به قلم پزشکی دیگر حتی خبر شکافتن بخیه تازه دوخته شده چانه کودک چهار ساله فقیری در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر را به جرم آنکه توان پرداخت حزینه های بیمارستان را نداشت آنقدر باور نکردنی دانست که اولین واکنش هر شنونده از منظر وی تردید در صحت خبر است اما با جستجوی این حادثه مشخص می شود که در اصل خبر تردیدی نیست چرا که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آن را تایید کرده و موضوع در دست پیگیری و اقدام است نویسنده که خود نیز پزشک است با هشدار به فروپاشی اخلاقی در نسل تربیت شده تحت نظام جمهوری اسلامی نوشت این سقوط اما تنها سقوط یک شخص نیست که علامت ناگوار دیگری است از سقوط و اخلاق باختگی برخی دانش آموختگانی که دانش را متاعی دیده اند برای فراچنگ آوردن پول پزشکی که از این دستگاه تربیتی بیرون آمده سلامت را کالای میداند که می توان آن را فقط در ازای پرداخت پول به دیگر اعطا کرد این پزشک پرورش یافته فضای سودنگارانه است که سلامت را نه یک حق یک کالا میداند هر کس که پول داشت میتواند از آن برخوردار شود و هر کس که نداشت باید محروم شود و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان و همراهان عزیز ایران فردا به تماشای ادامه برنامه ها از جمله گزارش های تکمیلی همکارانم هم در چهار گوشه جهان این جانب از محضر یکایک یک شما خوبان خداحافظی حافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود